همان گونه که تاریخ نشان می‌دهد، شخصیت حضرت محمد صلی الله و آله و سلم همواره زیر ذره‌بین مورخان و مستشرقان با انصاف و بی انصاف قرار داشته و دارد. بعضی از اندیشوران جهات مثبت زندگی و آیین مترقی او را مطرح ساخته است و برخی نیز به اعتراض و انتقادهای بی پایه پرداختند. لیکن اکثر مستشرقان و تاریخ نگاران بی طرف بر این حقیقت اعتراف دارند که در میان تمام پیامبران و قهرمانان جهان یگانه شخصیتی که تاریخ زندگیش از هر جهت روشن است آن تاریخ نبی مکرم حضرت محمد صلی الله و آله و سلم می باشد. به قول بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها، اخلاق پیامبر همان اخلاق قرآنی است. آنچه در قرآن راجع به اخلاق مطرح شده آینه تمام نمای آن را در گفتار و اخلاق رسول الله صلی الله و آله و سلم می توان مشاهده کرد. ولی کوشش ما بر آن است تا این ویژگی های خاتم المرسلین را از زبان دیگران بازگو سازیم تا در اذهان جوانان ما بهتر جایگزین گردد. شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید باز هم برنامه سیرت النبی را روی دست گرفت. خداوند جل جلاله توفیق عنایت فرمود تا در دومین فصل برنامه سیرت النبی میزبان صدها جوان مسلمان باشیم. در این برنامه دلهره، تلاش و لبخند در رخسار جوانانی که انرژیشان را در فراگیری ارزش‌های دینی به مصرف می‌رسانند دیده می‌شود. باید یادآور شویم که از اشتراک کنندگان این برنامه چندین آزمون گرفته شد تا نخبه‌ترین‌ها به این برنامه راه یابند. پیش از شروع برنامه جا دارد تا با دو داور برنامه سیرت النبی آشنا شویم. دکتر محمد معروف حنیف. استاد حنیف متولد ولایت هرات بوده و تحصیلات خیش را تا سطح دکترا در دانشگاه بین المللی اسلام آباد به پایان رسانیده است. وی چندین اثر دانشمندان مشهور جهان را و همچنان از اردو و عربی به فارسی برگردان کرده است. آقای حنیف در زمینه‌های گوناگون تألیفاتی دارد. او از سال 1390 هجری خورشیدی به این طرف در دانشکده شرعیات دانشگاه کابل مصروف تدریس است. دکتر حنیف در برنامه سیرت النبی شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید به صفت داور حضور دارد. بوهنیار مفتی حافظ محمد ولی حنیف در سال 1358 هجری شمسی در کابل به دنیا آمده است. استاد دوره ماستری خود را در پوهنتون جامعه اسلامیه وفاق المدارس پاکستان سپری نموده است و تخصص خود را در رشته فقه اسلامی و طرق الافتا کسب کرده است. از قلم جناب حنیف 130 جلد کتاب در بخش‌های گوناگون تا اکنون به چاپ رسیده است. مفتی محمد ولی حنیف همکنون مشغول تدریس در دانشگاه ها بوده و در برنامه سیرت النبی در دومین فصل داور برنامه است.